یه برنامه خیلی موفق بود، برای من خیلی استثنایی بود، برای اینکه در کنار آقای سیامک شجریان ما نشستیم و ما هم خونی کردیم و این ارکستر نواخت و من هم در ضمن یه هارمونیکی می‌زدم و اون برنامه خیلی تجربه خوبی. بعد ما در ادامه این برنامه رفتیم که ادامه بدیم، یعنی باز هم کار کنیم، که زلزله بم اتفاق افتاد. بعد این برنامه رو ما عوض شده شو مبدلش کردیم به اون برنامه که بعد آقای بهزاد هم چون تو بم بودن و خیلی از فامیلاشون دست شده بودن، شون هم اومدن با هم همکاری کردیم، اون برنامه بم رو اجرا کردیم که بعد سی دیش رو اون وقت ضبط کردیم همینجا تو استودیوی خود گوبرلیان، که بعدن یه کنسرت گذاشتیم بعدش دوباره در ویرشو ریبر تیتر که برای ریلیس اون سی دی به اسم خاک حیران اونجا بودم، که اونم اون کار بعدی بود و دیگه فاصله افتاد یک دو سال، برای اینکه هم من گرفتار بودم هم اینا برنامه دیگه داشتن، مشغول با آرتیست های دیگه بودن، که باز الان باز امسال تابستون ما دوباره تماسی برقرار شد که سولی من برنامه های قبلی که اتو دیدم با گروه عرفان، با گروه لیان، موسیقی هایی بود که تنظیم شده جز یک قسمت خیلی کوتاهی که کار بداهه کردید که در ویلچر لیبر تیاتر دیدمش و اجرا کرد، که واقعا تجربه خوبی برای من شنونده بود. هفته گذشته اینجا با گروه لیان صحبت می‌کردم به تفصیل راجع به برنامه‌ای که شما روز یک شنبه آینده دارید در گروه در ویلچر لیبر تیاتر با گروه لیان صحبت کردیم و برای من گفتن که ما داریم الان می‌ریم 100% این برنامه‌ای که می‌خوایم اجرا بکنیم بداه هست، یعنی تمام مسائل به صورت آنیمه. میدونم که کار بداهه یه کار سهل و ممتنه، یعنی به همون راحتی که میشه باهاش کنار اومدهش به همون دلیل هم ممتنه، اصلا کار وقیحانه مشکلی است که باهاش درست کنار بیاد. این سهل و ممتنه هم که به کار بردم به همین دلیله که خب الان این تجربه اولی است که میخواید برید یه همچین کاری بکنید دیگه، چه نگرانی هایی داری و چه آمادگی هایی الان در خود داری و چه قدرتی رو الان در خودت احساس میکنی که میگی این منم که میرم و این کار رو میخوام بکنم؟ به حرف کوچولویی نمیز ازت نمیخوام، داری یه مهر تاییدی میخوای روی کار خودت بزنی. بله خیلی مهمه این کار بداه نوازی و بداه خانی. در بداه نوازی به حال چون بر اساس سکیل موسیقی هست، بله، دو نفر که تو اون کار هستن این کار میتونن انجام بدن، همین کار رو تو خوانندگی و با ساز میشه کرد. بله. ولی اون چی که ما انجام میدیم با یه بیسیکی داریم درست کردیم که اون بیسیک قول برای حرکت با توی اون داستان. یعنی دستگاه ها و ریتم و اینا رو مشخص کردیم و بعد نوا مثلا بخوایم این برنامه رو اجرا بکنیم، یه شعرهای انتخاب کردیم که بتونیم ما به قول معروف اندام اون شعر رو چجوری پیدا کنیم و باهاش کلنجار بریم. تو قسمت اول یه کمی به قول معروف آداپت شده است، تمرین شده است، اونو میریم. ولی در قسمت دوم ما 16 نفر رو صحنه، یعنی یه مشت که به حال پرکاشن نوازد، بعد خود گروه هستن، بعد هستن و اینکه یه گروه دیگه هم میان به عنوان پرکاشن که با زدن دست و احتمالاً با همخوانی، بله، و اینا این کارو پروموت بکنن و به قول معروف نگرانی منم هم همینجاست که وقتی 16 نفر روی صحنه میخوام بداهه کار بکنن وگرنه دو نفر سه نفر که میتونن با هم دیگه ساز جواب بدن. ولی خب این بداهه رو هم ما به هر حال یه بیسیک رو با هم عمل میکنیم، تمرین میکنیم، یه روندی رو میریم که ببینیم چی هست که بتونیم یه جایی رو فیکس کنیم که به اونجا رسیم، علامت گذاری میکنیم، یعنی چاره ای جز این نیست فکر میکنیم. بله. علامت گذاری میکنیم و یه جایی رو وقت با هم دیگه چیز اجراش میکنیم. بعضی وقتا مثلا ما شنیدیم که میگن فلان خواننده روی صحنه از موقعیت استفاده کرد یهو زد زیر آواز و اصلا خود نمایی کرد.
از متاسفانه پیش میاد. متاسفانه پیش میاد. برای تو هم ممکنه پیش بیاد. یک جمله گفتی در تمام این گفتگو و مصاحبه که داریم انجام میدیم، یک جمله خیلی قشنگی گفتی. گفتی که باید به همدیگه احترام بگذاریم و در احترامه که کار درست در میاد، وگرنه اگه به همدیگه اعتماد نکنیم و احترام نذاریم کارمون درست. چون هر کدوم میتونیم همونجا به قول معروف پوست خربوزه بزنیم زیر پایم دیگه. آره ولی ببین بذار اصلا خیلی خصوصی با هم صحبت کنیم. این پوست خربوزه‌ای که تو داری اشاره می‌کنی در حقیقت اصلا پوست خربوزه‌ای که زیر پای خودش میندازه. هیچ کسی در یک کار دست جمعی نمیتونه کسی دیگری نابود کنه. کار دست جمعی لطمش بین مستقیم اول ببین این انگشته بودا به خودت مثلا اصلا این حرفا نیست. در حال سولی نازنین رو که باهاش نشستم، شاید بعضی از دوستان نگاه کنن میگن که آو سولی هم پیر شده. خب اشکال نداره، آدم پیر میشه دیگه، منم پیر شدم. ما هر دومون پیر شدن که طبیعیه، ولی به قول من یاد گرفتن و بزرگ شدن و هیچ چیزی تجربه کردن خوبه. زوده برات اگر بخوام یه همچین سوالی رو ازت مطرح بکنم، ولی میکنم چون رفیق هستیم با هم. هر آدمی دوست داره وقتی که وقتش رسید و نبود یه خیالی داره که مردم راجبش چجوری فکر بکنن. من خودم هم دارم. سولی اگه روزی وقتش رسید و نبود دلش میخواد مردم راجبش چی فکر کنن؟ نمیدونم. من مرگ پایان کبوتر نیست. آره ولی قبول دارم. ولی ببین میگم مردم چجوری، مثلا فرض کنیم بچه من وقتی که ترانه های سولی رو میشنوه و بعد یه خود بزرگتر که میشه میادش کارهای عرفانیش میبینه چی بگه؟ بگه باری که اینجوری این میتونه یک مدل باشه واسه من که منم همین مسیر رو برم ترقی بکنم؟ نمیدونم چی بگم. برای اینکه این کاری که من میکنم هیچ نوع ادعایی توش نیست. در راهی رو میرم که به کسی بخوام یاد بدم. در راهی رو میرم که بخوام به کسی بگم این راهشه. راهی رو من میرم اینه که میشه تجربه کرد، خودت راضی میکنی و حیفه که کسی تجربه نکنه کار خود و یک جا بمونه. حیفه هر کسی به نظر من، هم از موزیسین، هم از خواننده، هم از تاجر، هم از فرق نمیکنه، هر کسی باید یه ریویو بکنه و اگر اینو انجام داد و دید موثره وقت میبینه که راه بازه. الان برای روز یک شنبه که میخوای این برنامه رو اجرا بکنی، از قبلش چه تمرین های روانی، غذایی، تغذیه، خواب، استراحت، تمام اینا رو می‌کنی که بتونی اون روز در حد عالی عرضت باشی؟ انشاءالله که بتونم باشم. ولی به هر حال یکی از کارهایی که ما می‌کنیم بیشتر مدیتیشنه. بله. که بسیار کمک می‌کنه به هر حال. خب رعایت خب نوع غذا خوردن یا نمی‌دونم سیگار کمتر کشیدن، خب بهتر مثلا من سیگاری هستم، یا نم شیر و عسل بخوریم. سیگارم هنوز میکشی؟ ای پسر بد نکن، این کار حیفه.